معضل اعتیاد با حصارکشی حل نخواهد شد. آقای مسئول خواهش میکنم ازت که این یه جمله رو بفهم. ما الان در روبروی ورزشگاه پایین شمشک هستیم. درست در کنار این ورزشگاه که الان براتون فیلمش رو میگیرم زمینی هست که اسمش سنگلاد نام داره. این زمین متعلق به یکی از بستگان نزدیک ماست. او یا یکی از این مسئولین شهری با فامیل ما تماس گرفتن، گفتن که زمین شما به مرکز گردهمایی معتادین تبدیل شده. لطفاً دور تا دور زمین خودتون رو با فنس و سنگچین ببندید تا مشکل حل بشه. حالا من صحبتم با این آقا اینه که آیا مشکل اعتیاد با حصارکشی این زمین حل میشه؟ خب میرن زمین پشتیش میشینن میکشن. اصلاً میرن جای دیگه کارشون رو میکنن. آقای مسئول اعتیاد دردی نیست که تو شهر شمشک و دربنسر با یه حصارکشی ساده حل بشه. این مسئله به یک موزل تو این شهر تبدیل شده. فرد معتاد انگیزه، حافظه، مغزش دچار اختلال میشه. همیشه ذهنش تو چرخه مصرف مواد، تحریک روانی، هوس مواد و مصرف مجدد میچرخه. این بیمار همیشه تو فکرش برای اینا یه راه حل پیدا میکنه. حالا شما اصلا بیا دور تا دور شهرم حصار بکش. آقای مسئول برای اینکه جوانان این شهر به سمت مواد مخدر و اعتیاد نرن باید براشون کار درست کنی. جوان شمشک دربنسری باید از نظر مالی مستقل باشه. چه دخترش چه پسرش الان شکل اعتیاد عوض شده. اون قدیما شبیه دود بود، الان یه قرص خیلی بدتر از اون دود عمل میکنه. آقای مسئول دستم به دامنت، باید به فکر یه کمپ ترک اعتیاد باشی. آقای مسئول من تو شهر شمشک و دربنسر با خیلی ها نشستم که مشکل اعتیاد دارن. خانواده‌شون برای ترک اومدن تهران، خونه اجاره کردن. من ازشون مصاحبه هم گرفتم و حتما پخشم میکنم. آقای مسئول ما کمپ ترک اعتیاد میخوایم. آقای مسئول ما به کلاس‌های آموزشی بعد از اعتیاد NA احتیاج داریم تا فردی که ترک میکنه دوباره لغزش پیدا نکنه. پس برای بار چندم مشکل اعتیاد شهر شمشک و دربنسر با حصارکشی زمین‌ها حل نمیشه.